سرخط مهمترین خبرها. برگزاری دومین روز نشست مسکو میان شماری از سیاسیون افغانستان و نمایندگان طالبان در روسیه. دفاع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تصمیمش برای سرعت بخشیدن به پروسه صلح افغانستان. و اعلان لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور. به نام خدا به خبر 6 از نگاه خوش آمدید. امروز چهارشنبه 17 دلو 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 6 فوریه سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. دومین روز نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان امروز هم میان شماری از سیاسیون افغانستان و نمایندگان طالبان ادامه داشت. طبق گزارش ها تمام طرف ها در این اجلاس در رابطه با صلح صحبت کردند، ولی کدام نشانه ای که طالبان به آتش بس حاضر شوند مشاهده نشده است. در این حال گزارش ها از روسیه حاکی است که هیئت طالبان در این اجلاس شروطی را برای آتش بس و پیوستن به گفتگوهای صلح بین الافغانی تعیین کردند. خروج نیروهای خارجی از افغانستان، رفع تحریم های وضع شده علیه این گروه، آزادی زندانیان طالبان، باز شدن دفتر رسمی طالبان در کابل، تغییر یا اصلاح قانون اساسی و چندین خواست دیگر از سوی طالبان به عنوان شروط برای آتش بس و پیوستن به گفتگاه های صلح بین الافغانی تعیین شده است. قرار است در پایان این نشست دو روزه دو طرف یک بیانیه مشترک را ایراد نماید. هدف اصلی این نشست ایجاد یک مکانیزم مشخص برای حل و فصل اوضاع در افغانستان می باشد. گروه طالبان ادعا کردند که ایالات متحده آمریکا به آن گروه وعده داده تا دو ماه دیگر نیم نیروهایش را از افغانستان خارج خواهد کرد. خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی از قول مولوی عبدالسلام حنفی نماینده طالبان گزارش دادند که در مذاکرات با ایالات متحده آمریکا وعده داده تا پایان ماه اپریل نیمی از نیروهای خود را از افغانستان خارج کنند. هیچ منبع موثق تا هنوز این ادعای طالبان را تایید نکرده است. این در حالی است که رئیس هیئت طالبان در نشست مسکو نیز گفته تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند این گروه آتش بس نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان واشنگتن مذاکرات را سرعت بخشیده است. آقای ترامپ که در سخنرانی سالانه‌اش در مجلس مشترک کنگره آمریکا صحبت میکرد، از زمان و یا رقم مشخص خروج سربازان آمریکایی از افغانستان چیزی نگفت، اما تاکید کرد که ملت‌های بزرگ به جنگ‌های درازمدت رو نمی‌آورند. او همچنان خاطر نشان کرد که نمیداند در افغانستان به یک توافق دست خواهد یافت یا خیر، اما افزود پس از دو دهه جنگ زمان آن رسیده تا کم از کم برای صلح تلاش صورت گیرد. از سوی هم مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور غنی تاکید کرد که تا برقراری صلح دوامدار اتحاد نظامی میان افغانستان و آمریکا برقرار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان واشنگتن مذاکرات را سرعت بخشیده است. آقای ترامپ که در سخنرانی سالانه اش در مجلس مشترک کنگره آمریکا صحبت میکرد گفت که در افغانستان اداره تحت کنترل وی مذاکرات سازنده ای را با تعدادی از گروه های افغان و شمول طالبان انجام میدهد. در صورت پیشرفت در مذاکرات قادر خواهیم بود حضور سربازانمان را کاهش دهیم و توجهمان را بیشتر روی مبارزه با دهشت افغانی متمرکز سازیم.
رئیس جمهور ترامپ در این صحبت از زمان و یا رقم مشخص خروج سربازان آمریکایی از افغانستان چیزی نگفت، اما تاکید کرد که ملت‌های بزرگ و جنگ‌های دراز مدت رو نمی‌آورند. نمی‌دانیم که آیا بعد توافق دست خواهیم یافت یا نه، اما می‌دانیم که پس از 2 دهه جنگ زمانش فرا رسیده تا دست کم برای صلح تلاش کنیم و طرف درگیر هم می‌خواهد عین کار را کند. از سوی هم شام روز گذشته رئیس جمهور غنی و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنیشان در مورد همکاری‌های دوامدار هر دو کشور، پروسه صلح و انتخابات آینده ریاست جمهوری صحبت کردند. آقای پامپئو در این تماس تلفنی گفته که ابهامات معمولاً در اثر بعضی از صحبت‌ها و آوازه‌ها ایجاد می‌گردد، اما شایعات جای عمل را گرفته نمی‌تواند و مناسبات هر دو کشور مستحکم است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود تا برقراری صلح دوامدار اتحاد نظامی میان افغانستان و آمریکا برقرار می باشد. همچنان آقای پامپئو در مورد پروسه صلح افغانستان گفت که دولت ایالات متحده آمریکا از مذاکرات صلح به محوریت دولت اسلامی افغانستان حمایت می کند. در این مکالمه تلفنی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور از کمک های ایالات متحده آمریکا به افغانستان قدردانی کرد و گفت که مناسبات میان دولت اسلامی افغانستان و دولت ایالات متحده آمریکا دراز مدت و مستحکم است. کمیسیون مستقل انتخابات لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کرد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توانستند شرایط نامزدی را بر اساس قانون تکمیل کنند و به فهرست ابتدایی راه یابند. از سوی هم کمیسیون رسیدگی بر شکایات انتخاباتی میگوید آماده ثبت اعتراضات و شکایت ها نسبت به لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. مسئولان این کمیسیون میگویند که هر شخص، نهاد و جریانی که در مورد لیست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شکایت دارند به این کمیسیون مراجعه کرده تا به شکایت هایشان رسیدگی صورت گیرد. لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور اعلام شد. کمیسیون انتخابات میگوید که تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توانستند شرایط نامزدی را بر اساس قانون تکمیل کنند و به فهرست ابتدایی راه یابند. معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید که 18 نامزد توانستند شرایط فهرست ابتدایی را تکمیل کنند. در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی طی نشست خبری اعلام کرد که آماده ثبت اعتراضات و شکایت ها نسبت به لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. اشخاصی که در مورد فهرست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری اعتراض و یا شکایت داشته باشند می توانند اعتراض و شکایاتشان را در خلال مدت حد اکثر 2 هفته بعد از نشر آن به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسماً ثبت نمایند. این کمیسیون میگوید که تمامی شهروندان و نهادها 2 هفته فرصت دارند که شکایت‌هایشان را در مورد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به این کمیسیون ثبت کنند. از سوی هم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که در پیوند به انتخابات پارلمانی کابل نزدیک به 2000 شکایت ثبت شده که مرحله نخست رسیدگی به این شکایات به پایان رسیده است. البته در درون شکایت‌های متعددی دیگری هم بود که اگر شکایت‌های درونی هر شکایت را به نظر بگیریم که در کنارش بوده و منظم بوده 1759 شکایت در ارتباط با ولایت کابل و کوچه های ولایت کابل و کمیسیون شکایات رسید. این در حال است که نتایج ابتدایی اعلان شده از سوی کمیسیون انتخابات انتقاد تند باشندگان پایتخت را به دنبال داشته است. شهروندان کابل کمیسیون مستقل انتخابات را به دست برد و مهندسی آرای مردم متهم کرده میگویند نتایج اعلام شده بیانگر آرای پاک مردم نیست.
وزارت امور زنان میگوید که اکثر دختران پس از رسیدن به سن بلوغ از آموزش محروم میشوند. وزیر امور زنان در مراسم رونمایی از پالیسی ملی تعلیم و تربیت دختران در کابل گفت که به دلیل مشکلات امنیتی و عنعنات ناپسند اکثریت دختران مکتب را ترک میکنند و اجازه دوام آموزش نمییابند. در این حال سرپرست وزارت معارف میگوید که عوامل گسترده اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در کشور آموزش دختران را با مشکل روبرو کرده است. پالیسی تعلیم و تربیت دختران طی مراسم با حضور مقامات دولتی از سوی وزارت معارف رونمایی شد. مسئولان وزارت امور زنان در این نشست میگویند که اکثر دختران پس از رسیدن به سن بلوغ از آموزش محروم می شوند. دلبر نظری وزیر امور زنان با ابراز نگرانی از محرومیت دختران از آموزش پس از سن بلوغ افزود که به دلیل مشکلات امنیتی و عنعنات ناپسند اکثریت دختران مکتب را ترک می کنند و اجازه دوام آموزش نمی یابند و یا از آن محروم می شوند. زنان با موانعی زیاد از قبیل ازدواج های قبل از وقت، محدودیت های گشت و گذار، مشکلات فرهنگی، امنیتی، ترانسپورتی، کمبود معلمین اوناس، نبود خدمات و سهولت های لازم آموزشی و اقتصادی و از همه مهمتر انواع خشونت و بدرفتاری روبرو هست. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف نیز میگوید که عوامل گسترده اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در کشور آموزش دختران را با مشکل روبرو کرده است. او گفت که همکنون دست کم 2,770,000 دختر خردسال از آموزش محرومند که به دلایل امنیتی، عنعنات ناپسند و فقر از مکتب باز مانده اند. 3.7 میلیون طفل که بیرون از مکتب است در سرزمین ما 75% از این دختران تشکیل میده. اگر قرار باشه که 75% دختران 3.7 میلیون کودک بیرون از مکتب باشه و از تعلیمات دور باشه، به هر سه عاملی که اشاره کردم ما کم توجهی کردیم و این خیانتی است بر ملت افغانستان و بر دختران و زنان افغانستان. از سوی هم سفیر کانادا در کابل دسترسی دختران به آموزش در افغانستان را ضرورت خواند که کشورش در راستای این هدف تلاش خواهد کرد. او گفت کانادا در جریان 10 سال گذشته دست کم 200 میلیون دلار در بخش معارف در افغانستان هزینه کرده که دسترسی دختران به آموزش از اهداف عمده این کمک مالی بوده است. دو خبرنگار از سوی مردان مسلح در تخار کشته شدند. مقامات محلی ولایت تخار میگویند شفیق قاریا و رحیم الله که هر دو 20 ساله بودند و به عنوان مجری و گزارشگر در یک رادیوی محلی کار میکردند، شام روز گذشته از سوی مردان مسلح در دفتر کارشان در شهر طالقان هدف قرار گرفتند. رئیس این رادیوی محلی میگوید تا هنوز معلوم نیست که هدف قتل همزمان این دو خبرنگار چی بوده است. از سوی هم فعالان رسانه‌ای در تخار از افزایش تهدیدات و حمله های تفنگدار ناشناس بالای رسانه ها در چند قدمی ولایت و نهادهای امنیتی این ولایت انتقاد می کنند. ساعت 6 شام روز سه‌شنبه تفنگداران ناشناس دو کارمند یک رادیوی محلی را در ولایت تخار با شلیک گلوله به قتل رسانده و فرار کردند. مقامات محلی ولایت تخار می گویند شفیق الله آریا و رحیم الله که هر دو 20 ساله بودند و به عنوان مجری و گزارشگر در یک رادیوی محلی کار می‌کردند، شام روز گذشته از سوی مردان مسلح در دفتر کارشان در شهر طالقان هدف قرار گرفتند. مسئولان رادیوی محلی می‌گویند تا هنوز معلوم نیست که هدف قتل همزمان این دو خبرنگار چی بوده است. دو تا از کارمندای رادیوی ما را، شفیق آریا و رحیم الله را، دو فردی مسلح ناشناس ساعت 5 شام دیروز داخل رادیو شدند و یارا به شهادت رساندند که این مسئله بسیار نگران کننده هست برای رسانه ها و برای مردم. ما از حکومت جدا می خواهیم که جلوی افراد مسلح غیر مسئول بگیرند.
از سوی هم فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران محلی در تخار از تهدید و حملات تروریستی بالای رسانه‌ها و عدم مسئولیت جانی کارمندان رسانه‌ای انتقاد می‌کنند و خواهان پیگرد فوری و شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد هستند. مردی شده شهید ساختن و اینا یک حادثه توریستی است. قضیه باید پیگیری شود. این برسانه ها عمله آغاز شده. ما از نیروهای امنیتی جدا تقاضا میکنیم که امنیت خبرنگارا و امنیت رسانه ها را بگیرند که رسانه ها همکار تمام مردم و دولت میباشد. ما به اندازه شدیم که در خط نبرد خو از بین میرویم در جای کارمون، در استودیو، در داخل محل کارمون میدارن ما را از بین میبرن. ما از حکومت افغانستان خواهش نداریم، از جامعه جهانی خواهش ما این است که در مورد حفظ جان و مال خبرنگاران توجه بفرمایند. حمله بر رادیو و رسانه ها نمادی از وحشتگری و خودستیزی افراد مسلح ناشناس است که سخت ما را نگران ساخته. از این ناحیه خانواده مطبوعات عزادار است و خواست ما از نهادهای عدلی و قضایی بخصوص حکومت محلی و مرکز است که در قسمت پیگیری این قضیه هر چه زودتر اقدام بکنه. با این همه مسئولان محلی میگویند بررسی ها در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده و تلاش ها برای شناسایی عاملان اصلی جریان دارد. دو فردی مسلح غیر مسئول داخل تعمیر رادیو هم صدا میشن، دو خبرنگار در اونجا به شهادت میرسونن، پلیس به تعقیب مسئله است. انگیزه ای از این تا هنوز مشخص نیست، جزئیات انکشاف کرد با شما شریک میسازیم و ایجاب تحقیقات و بررسی بیشتر میکنه این موضوع که همکنون مدیریت جنایی روی این موضوع کار پیسته و دو نفر از کارمندای دیگه از این شبکه که شب یکیش در اونجا بوده و یکیش خارج از این اداره بوده اونا رو هم با خود بردن که از اینا هم پرسپال کنن. تماما موضوعات از اینکه جنبندی شد ما میتونیم که باز به خدمت شما دوستا ایر بیان کنیم که خبرنگاران مسئولان امنیتی را به بیکفایتی متهم میکنند و میگویند قتل دو کارمند رسانه‌ای در چند قدمی فرماندهی پلیس مقام ولایت و ریاست امنیت صورت گرفته است. پس چگونه نهادهای امنیتی نتوانستند عاملان این قضیه را دستگیر کنند؟ آنان از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا در قسمت تأمین امنیت جان و مال شهروندان کشور هوشیارانه‌تر عمل نمایند. بانک جهانی 325 میلیون دلار را به منظور توانمندسازی، ساخت زیربناهای شهری و اصلاحات اداری به افغانستان کمک می کند. وزارت مالیه می گوید با تطبیق این پروژه ها تغییرات مثبت در اقتصاد و انکشاف شهری رونما خواهد شد. از سوی هم مسئولان بانک جهانی می گویند امنیت، فساد و عدم تطبیق قوانین از بزرگترین چالش هایی است که در برابر سرمایه گذاری وجود دارد. بانک جهانی تاکنون بیش از 385 میلیارد دلار را برای پروژه های انکشافی در افغانستان کمک کرده است. در تازه ترین مورد، بانک جهانی تفاهم نامه دیگری را به ارزش 325 میلیون دلار با وزارت مالیه امضا کرده است که برای تمویل پروژه های ایجاد شغل، ساخت زیربناهای شهری در نو ولایت و اصلاحات و جذب افراد مسلکی در وزارتخانه ها از سوی بانک جهانی کمک می شود. موافقتنامه های تمویل سه پروژه ای که امروز با مسئولین محترم بانک جهانی امضا می گردد ارزش مجموعی آن بالغ بر 325 میلیون دلار آمریکایی می باشد و آن در داشت نیازمندی ها و اولویت های حکومت و مردم افغانستان در راستای تقویت رشد اقتصادی، بهبود ارائه خدمات و تداوم اصلاحات اداری تطبیق خواهند شد. رئیس بانک جهانی برای افغانستان میگوید زمینه رشد و سرمایه گذاری در افغانستان اندک است و سرمایه گذاران کوچک با بهترین طرح به دلیل ناامنی، فساد و عدم تطبیق قانون نمیتوانند فعالیت خوب داشته باشند. The three projects that we are very happy to
از سه پروژه‌ای که امروز با امضا رسانده‌ایم بسیار خوشحال هستیم. دو پروژه آن برای کاهش فقر و ایجاد اشتغال در افغانستان بسیار کلیدی است. این پروژه ها برای عودت کنندگان و خانواده های بیجا شده به خوبی کمک می کند که فرصت های کاری برایشان ایجاد کنند، نه تنها برای آنها بل برای کسانی که به دنبال کار می باشند هم یک فرصت خوبی است. پیش از این نیز بانک جهانی در بخش های حکومتداری و اصلاحات، معارف، صحت، زراعت، انکشاف دهات، منابع بشری، انکشاف اجتماعی، انرژی و زیربنا به افغانستان کمک کرده است. گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار امریکایی 74 افغانی و 90 پول، یک پاوند انگلیسی 96 افغانی و 80 پول، یک یورو 85 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 35 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول، 1000 روپای هندی 1065 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 538 افغانی. این هم چند خبر از خارج کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار در کنگره کشورش سخنرانی سالانه موسوم به وضعیت کشورش را ارائه کرده است. بخش مهمی از سخنان ترامپ به سیاست‌های داخلی آمریکا مربوط می‌شود، اما در این سخنرانی خود گفت که تهران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، اما ایران تلاش‌ها برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده، گفته که برنامه‌هایش مقاصد صلح‌آمیز دارند. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور با واکنش دموکراتان هم مواجه شده است. سیستی آبرامنز از سوی حزب دموکرات به سخنرانی دونالد ترامپ واکنش نشان داده است. خانم آبرامنز از دونالد ترامپ به دلیل آنچه تعطیلی 35 روزه دولت خوانده انتقاد کرده و گفته که تعطیلی دولت ترفند سیاسی مهندسی شده توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بوده است. دونالد ترامپ خواستار اختصاص بودجه 5.7 میلیارد دلاری برای ساخت دیوار در مرز مکزیکو شده بود، اما آنچه با مخالفت دموکرات ها و در نهایت تعطیلی دولت همراه شد. ترامپ در سخنرانی خود بر لزوم ساخت دیوار یا مانع فیزیکی در مرز مکزیکو تاکید کرده است. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه میگوید کشورش تلاش ها را برای ساختن دو سیستم راکتی تا سال 2020 شدت خواهد بخشید. این اقدام واکنش روسیه در برابر خروج آمریکا از پیمان نیروی هسته‌ای میان برد عنوان شده است. این پیمان که در سال 1987 میلادی و در هنگام جنگ سرد میان ایالات متحده و اتحاد شوروی پیشین امضا شده بود، مانع گسترش راکت‌های هسته‌ای میان برد در اروپا می باشد. وزیر خارجه روسیه گفته کشورش در دو سال آینده دو سیستم راکتی را توسعه خواهد داد و همچنان یک نوع راکت را با برد 500 کیلومتر خواهد ساخت. با گفته وزیر دفاع روسیه، این راکت بیرون از پیمان منع گسترش نیروی هسته‌ای میان برد تولید خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اول ماه فوریه گفته که کشورش پروسه بیرون شدن از پیمان نیروی هسته‌ای میان برد را آغاز کرده و این روند 6 ماه وقت می‌گیرد. جمهوری مقدونیه شمالی سند عضویت در ناتو را امضا کرد. وزیر جمهوری خلق
مقدونیه شمالی و ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو موافقتنامه پیوستن 30مین عضو ناتو را در بروکسل امضا کردند. جمهوری مقدونیه شمالی روز چهارشنبه سند عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را امضا کرد. پیوستن جمهوری یوگوسلاوی سابق پس از تغییر نام این کشور از جمهوری مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی صورت گرفته است. یونان از زمان تأسیس یوگوسلاوی پس از جنگ جهانی دوم و نامگذاری یکی از جمهوری‌هایش به نام مقدونیه با بلگراد اختلاف داشت، اما یونان خود را وارث مقدونیه تاریخی می‌داند. پس از استقلال جمهوری مقدونیه مخالفت یونان با این نام ادامه یافت که تا جمهوری مقدونیه نام رسمی خود را به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر دهد. مجازات ها و تحریم های سازمان ملل متحد بر ضد کره شمالی ناکار آمده است، زیرا پنگیان همچنان بر توسعه برنامه های مشکی خود ادامه می دهد. این بخشی از گزارش محرمانه ای است که کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد به تازگی آن را تهیه کرده و در اختیار شورای امنیت قرار داده است. کارشناسان سازمان ملل در توزیع دستاوردهای تحقیقاتی خود تصریح کردند که پینگیانگ از میدانهای هوایی و ساختمانهای دولتی برای پیشبرد برنامه‌های موشکی خود استفاده می‌کند تا در صورت حملات پیشگیرانه احتمالی از تأسیسات مخفی و حساس خود به خوبی حفاظت کند. در گزارش ناظران سازمان ملل متحد، تحریم‌های اقتصادی اعمال شده در سال 2017 میلادی بر ضد پینگیانگ به صراحت ناکارآمد توصیف شده و گفته شده که کره شمالی بعد از زدن این تحریم ها سهم بیشتر از آنچه برایش تعیین شده نفت وارد می کند. بخش دیگر از این گزارش به نقص تحریم های تسلیحاتی کره شمالی اشاره شده است، اما مقام های کره شمالی تا حال در این مورد چیزی نگفته است. مقام‌های نظامی فرانسه اعلام کردند که این کشور یک رزمایش هسته‌ای جهت آمادگی برای مقابله با حملات هسته‌ای احتمالی انجام داده است. در این رزمایش 11 ساعته تمامی مراحل یک حمله با شرکت یک طیاره نظامی مدل رافایل اجرا شد. سخنگوی نیروهای هوایی فرانسه گفته این رزمایش ها در فواصل زمان منظم اجرا می شود و بسیار نادرست است که در جریان آن یک مشک واقعی البته بدون کلاک هسته‌ای شلیک شده است. او از زمان دقیق این عملیات آزمایشی را اعلام نکرد و مقامات مسئول حاضر نشدند بگویند چون این رزمایش های در فواصل چه زمان انجام می شود. خبر این رزمایش در حال منتشر می شود که فرانسه می کشد کارآمدی و قابلیت های بازدارنده خود را حفظ کند. از سوی دیگر نگرانی های اروپا به دلیل تنش بین روسیه و امریکا رو به افزایش است. تنها چند روز پس از این دولت امریکا اعلام کرده که از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد خارج خواهد شد، اقدامی که انتقاد اروپا را به دنبال داشته است. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر، خدا نگهدار.